بر هم پیش از همین ها خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. در پی کند شدن نرخ شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، دولت آن کشور از طرح خود برای دومین مرحله از کاهش تدریجی محدودیت‌های قرنطینه خبر داده. در آمریکا فرماندار ایالت مریلند گفته که دفتر او صدها زنگ تلفنی از مردم این منطقه دریافت کرده که می‌پرسند آیا باید مواد ضد عفونی را به بدن خود تزریق کنند یا نه. این پرسش پس از آن پدید آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چنین شیوه درمانی را محتمل دانسته بود، اما همه مراجع پزشکی آن را اکیداً رد کردند. در ایران هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفته که تقسیمات جدید در آن کشور بر مبنای سفید، زرد و قرمز بودن مناطق کرونا تقسیم بندی خواهد شد. در مناطق سفید که وزارت بهداشت درمان اعلام میکنه، از یک روزی که حالا اون روز میتونه نیمه همین ماه اردیبهشت باشه، میتونه نیمه ماه رمضان باشه، حالا مشخص کنند و اعلام کنند، در اعلامشون بگن این شهرها در این روز میتونن مساجدشون با این شرایط با این پروتکل ها باز بشه. خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. در افغانستان مرکز حمایت از خبرنگاران زن اعلام کرده که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از 200 خبرنگار و عکاس زن بیکار شدند. این خبرنگاران در کابل و 30 استان دیگر در افغانستان یا به طور کامل کارشان را از دست دادند و یا هم در خانه بدون معاش یا دستمزد به سر میبرند. نصیر بهزاد از کابل گزارش میدهد. از حدود یک ماه بدین سو 230 خبرنگار و عکاس زن که عمدتاً برای خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها کار می‌کردند، درآمد مالیشان را از دست دادند. مرکز حمایت از خبرنگاران زن می‌گوید پس از اجرا شدن محدودیت بر گشت و گذار در ولایات مختلف، فعالیت رسانه‌ها هم محدود شده و برخی رسانه‌ها به دلیل نداشتن امکانات ترانسپورتی و تدابیر وقایعی صحی برای خبرنگاران از آنها خواسته سر کار نیایند. و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پس از 3 هفته غیبت از کار به دلیل بیماری کرونا قرار است امروز دوشنبه وظایف کاریش را در لندن از سر بگیرد. بازگشت به کار آقای جانسون در زمانی صورت می‌گیرد که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در بریتانیا به بالای 20 هزار تن رسیده و دولت او این روزها به خاطر نحوه مهار بحران کرونا با انتقادهای جدی روبروست. تازه‌ترین خبرهای جهان در تارنمای بی بی سی پرشن نقطه کام. درود بر تک تک شما. بسیار خرسندم که با شما پا به پای هم رویدادهای این ساعت را پیگیری می‌کنیم. این روزها و این ساعات که در واقع همه اونها خود به خود با کرونا گره خورده. از چشم‌انداز بامدادی دوشنبه با شما هستم. 8 اردیبهشت 27 آوریل، داریش رجبیانم از رادیو بی بی سی با آرزوی خوبی و خوشی تک تک شما هر جای دنیا که هستید. دنیای کرونا زده، در واقع خبری برتر و مهمتر از کرونا نداریم. فعلا ظرف چندین هفته اخیر همین طور هست، هرچند خبرهای امیدوارکننده هم گاه گداری بوده، به مانند خبر تازه‌ای که از ایتالیا رسیده که تاکنون بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را ثبت کرده بود. حالا میگوید که این روند به تدریج رو به کاهش است و مقررات قرنطینه ای در این کشور هم همینطور. در آمریکا فرماندار ایالت مریلند میگوید که دفتر او صدها زنگ تلفنی از مردم این منطقه دریافت کرده که میپرسند آیا باید واقعا مواد ضد عفونی را به بدن خود تزریق کنند یا نه. که این پرسش پس از آن پدید آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور چند روز پیش چنین شیوه درمان را محتمل دانسته بود که همه مراجع پزشکی آن را اکیداً ممنوع و رد کردند. بگذارید در آغاز در یک گفتگوی کوتاه با همکارم خشر جنیدی از تازه‌های کرونایی جهان بگیم و همینطور آمریکا که در واقع اونجا هست. خشایار درود بر خشایار. میشه اجمالا از مهمترین موارد مربوط به همگیری کرونا در جهان و آمریکا بگی که بعدش به ایران هم برسیم؟ صحبت بخیر داریوش. همونطور که اشاره کردی از اروپا خبرهای خوبی به گوش میرسه، حداقل از ایتالیا و اسپانیا که دو کانون عمده همگیری ویروس کرونا بودن در این اروپا. در اروپا تلفاتشون، تعداد قربانیان در این دو کشور بیشتر از 20 هزار نفر بوده.
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا صحبت از این کرده که از 4 مه یعنی 15 اردیبهشت مرحله دوم سهل کردن محدودیت های قرنطینه به اجرا گذاشته میشه، به این ترتیب که از محدودیت ها کاسته خواهد شد. از مواردی که اشاره شده در این مرحله از جمله این هست که شهروندان اجازه خواهند داشت که به دیدار بستگان خودشون برن، البته تعداد افرادی که به دیدار هم خواهند رفت کم باید باشه، و اینکه ضوابط بهداشتی مانند به صورت داشتن ماسک رو باید رعایت بکنند. افراد میتونند تا صف 15 نفر در تشییع جنازه درگذشتگان شرکت کنند، و اینکه همینطور افراد میتونند در داخل نواحی خودشون سفر کنند ولی اجازه سفر به دیگر نواحی بیسکانه ایتالیا رو نخواهند داشت. از دیگر مسائلی که مطرح شده این که رستوران ها از این تاریخ از 4 مه میتونند به صورت بیرونبر سفارش دریافت کنند و از 18 مه اجازه خواهند داد که درهای خودشون رو به روی مشتریان باز کنند، و از این تاریخ هم رستوران ها میتونن پذیرایی کنن از مشتریانشون از 18 مه، و همین که آرایشگاه ها و سلمانی ها میتونن که پذیرایی مشتریانشون باشن. تیم های ورزشی هم میتونن از این تاریخ تمرینات خودشون رو آغاز کنند، اما اشاره نشده که لیگ برتر فوتبال ایتالیا از چه زمانی دوباره از سر گرفته میشه. این در حالی هست که تعداد درگذشتگان کرونا در ایتالیا به طور ثابت رو به کاهش هست. همین موضوع رو ما در اسپانیا شاهد هستیم، جایی که بعد از 42 روز کودکان اجازه پیدا کردن که به محیط باز بیان، به اماکن عمومی بیان و اجازه پیدا کردن که بازی کنند. اما در آمریکا ایالت‌هایی که دنبال این هستن که ضوابط قرنطینه رو یک مقدار شلتر کنن و آزادی های بیشتری به کسب و کارها بدن رو به افزایش هست. از فردا در کلرادو، تنسی، میسیسیپی و مونتانا شاهد این خواهیم بود که به تدریج کسب و کارها میتونن یک آزادی های بیشتری خواهند داشت، از جمله آرایشگاه ها، سالن هایی که در اون خالکوبی انجام میدن، رستوران ها میتونن یک مقداری با رعایت فاصله بندی اجتماعی، فاصله گیری اجتماعی خدماتی رو ارائه کنند. البته اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک، میگه که با توجه به اینکه نزدیک به تابستان هستیم، در تابستان عملا اعمال قرنطینه خیلی مشکل خواهد بود، و اینکه حالا اجازه بدید خشر، چون ما این بخش رو در واقع کرونا ی آمریکا و جهان ایران رو با هم ادغام کردیم، اگه اجازه بدی درباره ایران هم سوال بکنم، چون واقعا فرصت خیلی اندک است. در ایران همه روزه آمار رسمی کرونا اعلام میشه، دیروز هم گفته شده که 60 بیمار مبتلا به کرونا جان باختن که پایین ترین رقم هست در چندین هفته اخیر در این مورد، و اکنون بنا به آمار رسمی شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 5710 تن رسیده از 90481 گرفتار این ویروس. از ایران تازه تر از این آمار رسمی چه داری که برامون بگی خشایار؟ آخرین آمار رسمی که اعلام شد آماری بود که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت یک شنبه اعلام کرد که شما بهش اشاره کردید، 5710 نفر تعداد رسمی درگذشتگان ویروس کرونا در ایران اعلام شد یک شنبه، و همینطور تعداد مبتلایان 90481 نفر. گفته شد که 69657 نفر هم بهبود پیدا کرده. چیزی که شاهدش هستیم صحبت از رنگ‌بندی مناطق مختلف در ایران بر اساس میزان شیوع ویروس کرونا و موفقیت در مهار اون هست. آقای جهانپور صحبت از 300 منطقه کرده که منطقه سفید نامگذاری شدن، مناطقی که در اونها ویروس کرونا به گفته او امها شده، و گفته که در این مناطق امکان این که بقای متبرکه و تجمع‌های مذهبی برگزار بشند وجود داره. همونطور که در ابتدای برنامه دیدیم، آقای روحانی رئیس جمهور هم صحبت از این میکرد که از نیمه رمضان به گفته او یا نیمه اردیبهشت بر اساس تشخیص مقام‌های بهداشتی میتونند مساجد رو در این گونه اماکن، در این گونه مناطق بازگشایی کنند. سپاس فراوان خشایار جنیدی، همکارم در واشنگتن، که به رنگ بندی ویروس کرونا در ایران اشاره کرد. سفید، زرد و قرمز در واقع رنگ های هستند که از این به بعد در روزهای
کرونا زده بر مناطق ایران در دفاتر رسمی ایران جلوه خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت که تقسیمات جدید در کشور بر اساس ابتلا به شیوع کرونا خواهد بود و بر مبنای سفید، زرد و قرمز بودن مناطق تقسیم بندی می شود. در مناطق سفید که وزارت بهداشت درمان اعلام میکنه، حالا 127 شهرستانه، کمتر یه خورده، بیشتر یه خورده، بالای 100 تا هست، اینا را اعلام میکنه. در وقتی که اعلام کرد، از یک روزی که حالا اون روز میتونه نیمه همین ماه اردیبهشت باشه، میتونه نیمه ماه رمضان باشه، حالا اون مشخص کنند و اعلام کنند، در اعلامشون بگن، چند روز قبل بگن که اونا بتونن خودشون اعلام بکنن، بگن این شهرها در این روز میتونن مساجدشون با این شرایط، با این پروتکل ها باز بشه، نماز جمعه هم به همچنین باز با همون پروتکل ها نماز جمعه هم باز بشه. این یک آغازی هست برای گشایش در امور معنوی و مذهبی که مورد علاقه شدید مردمه و انشاءالله امیدواریم با مراعات مردم روز به روز هم این مناطق سفید ما گسترش پیدا بکنه و ما شرایط بهتری رو پیدا بکنیم. امید به گسترش مناطق سفید از حسن روحانی رئیس جمهور ایران، که آقای روحانی همچنین گفت که در ارتباط با اماکن مذهبی هر منطقه‌ای سفید بود باز می شود، مثلا اگر مشهد و رضا سفید بود باز می شود، در ارتباط با نماز جمعه نیز همین پروتکل برقرار است. در واقع آنچه اعلام شده این است که دولت ایران قصد دارد به زودی در مسجدها را به روی نمازگزاران باز کند و همینطور نماز جمعه را به روال معمول با حضور جماعت بزرگ برگزار کند، هرچند تاریخ مشخصی برای انجام چنین کارهایی اعلام نشده. در این باره گفتگویی داشتیم با حسن شریعت مداری، اسلام شناس و فرزند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری در هامبورگ آلمان، و نخست پرسیدم اینکه دولت ایران تصمیم گرفته مساجد را به زودی بازگشایی کند و نماز جماعت را دوباره راه اندازی کند، از مصلحت عامه برمی آید یا از لوازم شرعی است؟ ببینید، نماز جماعت یک امر مستحبی است و در مقابل یک خطر واضح مثل سرایت ویروس کرونا هیچ توجیه شرعی نداره. به خصوص مثلا ما دستور سریع قرآن رو در آیه 195 سوره بقره داریم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خودتون رو با دست خودتون به هلاک نیندازید، و یا قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو داریم که همه فقها اون رو یکی از قواعد اساسی فقه میدونن و معنی اون این است که هیچ ضرر و هیچ اضرار به غیری در اسلام وجود نداره، یعنی شخص نباید به خودش ضرر بزنه و نباید باعث ضرر به دیگران بشه، و رفتن به مساجد با عدم توجه به فاصله گذاری اجتماعی و ازدیاد ریسک ابتلا به ویروس و کرونا از مواردی است که دقیقاً با هر دوی این دستورات تطبیق میکنه، و بنابراین واضح است که بر هیچ مسلمانی حتی در ایام ماه مبارک رمضان هم هیچ وظیفه‌ای وجود نداره. ولی خب ملاحظات سیاسی وجود داره که برای حاکمان ایران این امر رو بسیار حساس میکنه. خب در برای این آیات و گفتاوردها یا نقل قولهایی که شما کردید آقای شریعت مداری، این ضرب المثل رو یادآوری کنم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ولی فکر میکنید که دقیقا اونطور که اشاره کردید، میخوام مشخصا بگید که آیا این واقعا بیشتر انگیزه سیاسی داره که مقام ها در ایران تلاش میکنند که مساجد دوباره بازگشایی بشن و همینطور نماز جمعه برگزار بشه؟ بله، ببینید، از ابتدای انقلاب نماز جمعه و مساجد دو پایگاهی برای این نظام بودن که اینها رو به بدنه اجتماعی خودشون وصل می‌کردند و مقصوری دائم در اینها که اتفاق می‌افتاد در حقیقت تضمینی بود برای اینکه این پایگاه رو حفظ کنند. این پایگاه امروز به قدری باریک شده که اینها می‌ترسند اگر در ایام ماه رمضان که فرصت طلایی بود که اینها رو به مساجد بکشونند و باز در معرض مقصوری
قرار بدن، این فرصت اگر از دست بده و مردم عادت کنن و یاد بگیرن که در خونه هاشون هم به همون خوبی میتوانند عبادت کنن، دیگه به این مساجد حتی در ایامی مثل ماه رمضان هم بر نگردن. و این یک خطر اساسی برای یک نظام ایدئولوژیکه، و با وجود اینکه میفهمه این ریسک بالا بردن تعداد مبتلایان به ویروس کرونا چقدر زیاده و با توجه به امکانات ناقص درمانی که داره به چه فاجعه‌ای منجر خواهد شد، باز هم از این چشم‌پوشی نمی‌کنه. البته در کنار این باید در نظر گرفت که فشار لابی قوی روحانیون و پیشنمازهای مساجد که منافع مادی خودشون رو هم از دست میدن و مریدانشون پراکنده میشن، مزید بر این علت میشه و دولت هم تحت فشار هم قرار میده. ولی حالا که از فشار لابیا صحبت کردین آقای شریعت‌مداری، چرا به فشار اجتماعی نپردازیم که احتمال داره که مردم هم باشن، تعداد بسیار زیادی از مردم که خیلی تلاش میکنن در هر شرایط مناسک مذهبی خودشون رو انجام بدن؟ خب معمولا دولت ها وظیفه دارن، همونطور که در کشورهای غربی هم شده، در آلمان و کشورهای دیگر هم بوده، با وجود علاقه ای که عده‌ای از مذهبیون دو آتشه مثلا در رفتن به کلیساها یا کلیساهای یهودی داشتن، این دولت ها بودن که جلوی اون رو گرفتن و به مردم اخطار کردن که این کار نه تنها خود شما رو بلکه دیگران رو هم در معرض خطر قرار میده. دولت ها نیامدن مشوق غلطی باشن که مردم انجام میدن. اینجا در آلمان که من زندگی میکنم، هم مساجد هم کلیساها و هم کنیساها تا زمان بعدی که اعلام خواهد شد امکان بازگشایی نداشتند، حتی در ایام ماه رمضان. فکر میکنم وظیفه یک حکومت سالم اینه، نه همراهی با اشتباهات مردم. اینها برداشت حسن شریعت‌مداری بود، اسلام شناس در هامبورگ آلمان. شاید شما مخاطبان برنامه، شنونده ها، بیننده ها برداشت دیگرگونی داشته باشید که پذیراش هستی مسلما. آیا در چنین بهبوهی بیداد ویروس کرونا بایسته هست که در مسجدها به روی نمازگزاران باز بشه در ایران یا نه، و نماز جمعه ها به روال سابقش برگرده یا نه؟ سود و زیانش چه هست؟ چرا؟ لطفاً به ما بگید، از خوب بدش بگید و از هر موضوع دیگری که در برنامه چشم انداز بامدادی پخش میشه یا حتی نمیشه، این نشانه هایی که پخش میشه. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. بازم از کرونا بگیم. اینجا در اروپا از امروز به بعد در سراسر آلمان داشتن ماسک یا دهان بند هنگام حضور در فروشگاه ها و وسایل حمل و نقل این کشور اجباری شده در سراسر آلمان، در حالی که شرکت های تولید کننده ماسک میگویند که میزان تقاضا بسیار بیشتر از توان عرضه آن هاست. در این حال هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که هیچ نشانی از تسهیل مسافرت های بین المللی در افق موجود نیست و محدودیت‌های مسافرتی به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد. مرتضی رئیسی، روزنامه‌نگار آزاد در بن آلمان، در این باره گزارشی دارد. آلمان از جمله کشورهایی است که با اعمال دستورالعمل‌های سختگیرانه موفق شده است تا در مقایسه با کشورهای اروپایی دیگر کمترین خسارات جانی و ابتلا به ویروس کرونا را تا به حال داشته باشد. با این حال دانشمندان و مقام‌های مسئول هشدار می‌دهند که خطر همچنان به شدت خود باقی است و مردم در عین استفاده از تسهیلات ضروری که اکنون تصویب شده باید همچنان دستورالعمل‌های شدیدی را اجرا کنند. از جمله همراه با اجازه گشایش بسیاری از فروشگاه‌ها با سطح حد اکثر 800 متر مربع، از امروز همه کسانی که از وسایط نقلیه و اماکن عمومی استفاده می کنند و یا وارد مغازه و فروشگاه ها می شوند باید دارای ماسک پوشش صورت شامل دهان و بینی باشند، و در این مورد باید توجه داشت که مقررات حفظ فاصله گذاری بین 1.5 متر تا 2 متر در تمام موارد باید رعایت شود. رفت و شد و گردش در نقاط شهر نیست
به صورت بیش از 2 نفر با هم و یا هر نوع اجتماع و تظاهرات خارج از این مقررات همچنان ممنوع است. با توجه به اجبار شدن ماسک، مشکل این است که ماسک صورت همچنان کمیاب است، ولی افراد می توانند از ماسک های دست دوز و حتی در صورت لزوم شال و دستمال استفاده کنند. البته در آخرین ساعات اجرای این مقررات در بازار می توان ماسک ها را به قیمت های باور نکردنی خرید و مردم به هر حال به این خرید نامتعادل هم تن دادند. در چنین وضعی تاکنون تظاهراتی علیه این سختگیری ها هم انجام شد و بحث های مخالف و موافق مقررات سختگیرانه بین دولت مردان و کارشناسان جریان دارد. همراه با اعلام سهولت های جدید، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از مردم خواست تا از سفرهای استراحتی و غیر ضروری اجتناب ورزند، زیرا با از دست دادن احتیاط خطرات ویروس کرونا که همچنان وجود دارد ممکن است با شدت بیشتری اشاعه یابد. مرتضی رئیسی از بن آلمان گزارش می‌داد و اینها در حالی است که در کشورهای غربی به انحاء مختلف نشانه‌هایی از تسهیل مقررات کرونایی مشاهده می‌شود. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا مدارس را به دلیل شیوع کرونا تا سپتامبر یعنی تا 4 ماه دیگر تعطیل کرده. از سوی دیگر شماری از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک بیشتر از 1 هفته است که مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها را باز کردند. آلمان و فرانسه هم گفتند که به زودی با رعایت فاصله اجتماعی مدارس را باز خواهند کرد. از دکتر امین مقدم ایمنی شناس در انگلستان پرسیدم دلیل این اختلاف برخوردها با یک قضیه واحد حتی در یک قاره واحد اروپا چه است؟ من فکر میکنم که در حال حاضر با توجه به اطلاعات و دانشی که ما داریم بیشتر اختلاف نظرها در سیاست گذاری کرونا مربوط به مسائل و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشورها میشه. اون چیزی که ما میدونیم در حال حاضر و فکر میکنم که بین اغلب دانشمندان این زمینه یعنی اپیدمی شناسی و ویروس شناسی چندان اختلافی نیست، این که ما تقریبا دیگه میدونیم ویروس چطور تکثیر پیدا میکنه و تقریبا چجوری کنترل میشه، اما با یک صفحه ترازو ما روبرو هستیم که در یک صفحه بیماری زایی و مرگ و میر وجود داره، در صفحه دیگه مشکلات اقتصادی ناشی از قرنطینه کردن و بستن کشور وجود داره و مسائل اجتماعی و سیاستمدارا بین این دوتا براشون بعضی اوقات سختی که تصمیم بگیرن، اگر تصمیم بگیرن که با این موضوع به شدت برخورد نکنن، مسئله مثل اوایل ایتالیا و اسپانیا میشه، مرگ و میر بالا، بیمارستان ها پر میشن و خود اون فشار بسیاری روی سیاستمدارا میذاره، مجبور میشن که واکنش شدید نشون بدن و بعد از اون حالا میبینیم وقتی که در کشورهای مثلا آلمان موفق میشن و میان این مسئله رو کنترل میکنن، دوباره تحت فشار مردم و افکار اجتماعی قرار میگیرن که حالا که همه چی خوب شده چرا باز نمیکنید و ما باید به کارمون برسیم، اقتصاد باید جریان پیدا کنه. این مسئله ایه که باعث میشه که واقعا مشکل ایجاد کنه در زمان بندی اینکه چطور باید واکنش نشون داد به اپیدمی. خب طبعا آقای دکتر وقتی صحبت از رفع محدودیت ها میکنیم معمولا منظور برداشتن ناگهانی محدودیت ها نیست و همچنان برای جلوگیری از اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا اقداماتی باید صورت بگیره. در این فاز این حال فکر میکنید که یعنی بعد از آغاز کاهش محدودیت ها چه مدیریتی بهتر هست که دنبال بشه؟ دو تا ما مدیریت داریم، مدیریت بر اساس هدفی که مدیریت داره. هدف ممکنه این باشه که ما اپیدمی رو کاملا ببندیم و به قدری پایین بیاریم که تقریبا اجازه ندیم که موج دوم اپیدمی باشه، این یک هدف. هدف دیگه میتونه این باشه که ما اپیدمی رو کنترل کنیم و به حدی برسونیم که بتونیم کشور رو باز کنیم و مقدار عفونت رو یا بیماری رو در حد پایین نگه داریم تا بگذره. بیشتر کشورهای دنیا با مورد دوم مواجهن، برای اینکه وقتی شما اجازه میدید اپیدمی خیلی رشد میکنه تقریبا دیگه نمیتونید هدف اول رو دنبال کنید، اون کاری که کشورهای شرق آسیا بهتر انجام دادن، ولی ماها توی غرب و بیشتر تقریبا دنیا باید روش دوم پی بگیریم. برای روش دوم 3 تا مسئله خیلی مهمه. مسئله اول اینه که باید
جداسازی اجتماعی رو در حدی ادامه بدیم که مقدار تکثیر بیماری پایین‌تر از یک باشه، یعنی در مدت مشخصی هر یک مریض بیشتر از یک نفر رو مبتلا نکنه، برای اینکه وقتی که بالای اون بره دوباره اپیدمی شیوع پیدا میکنه. مسئله دوم که خیلی مهمه اینه که ما جلوی به وجود اومدن نقاط گرم عفونت رو بگیریم، یعنی اینکه مثلا در یک مدرسه‌ای، در یک سربازخونه‌ای، در یک تئاتر یک دفعه تعداد زیادی مبتلا بشن و اینها پخش بشن در جامعه. مسئله سوم هم جلوگیری از ابتلاء افرادی هستند که دچار آسیب پذیری هستند. برای سه تا سیاست گذاری مهم باید در باز کردن وجود داشته باشه که این سه تا رو پوشش بده. در مورد ایران اگه مشخصا صحبت بکنیم، فکر میکنید که با اون شرایط خاصی که کشور داره کدوم یکی از این سیاست گذاری ها براش مناسب تره؟ ببینید، ایران چون یک کشور بزرگ مثل مثلا آمریکا، ایالات متحده، باید دید که نقاط مختلفی ایران چقدر این بیماری رو دارن و احتمالاً در هر نقطه از ایران باید استانی از ایران باید یک شیوه متفاوتی رو بر اساس مقدار اون بیماری پی گرفت و در ضمن ما باید آمار دقیق‌تری داشته باشیم از اینکه چه تعداد افراد واقعا بیمار هستن و بنابراین این یک مخلوطی از این سه روشی که گفتم رو باید به مقادیر مختلف بر اساس مقدار بیماریزایی در هر استانی انجام بدیم. با دکتر امین مقدم صحبت می‌کردم، ایمنی‌شناس در آکسفورد انگلستان و حالا رویدادهای مربوط به کرونا از زاویه دید روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران با فرشته غازی در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش نخست شروع می‌کنیم با دیپلماسی هوشمند از شرق. چرا آمار مهم است از اعتماد و اصلاح شیوه کمک رسانی نهادهای حامی از مستقل؟ خب در مرتبه اول که از روزنامه شرق انتخاب کردین خانم قاضی، گفته شده که با همه گرفتاری‌هایی که همه‌گیری ویروس کرونا به وجود آورده، به نوعی فرصتی هم پدید اومده برای اتخاذ دیپلماسی هوشمند، درسته؟ همینطوره. کیهان برزگر اینطور توضیح داد این دیپلماسی هوشمند رو که این فرصت در نتیجه شیفت کنونی از موضوعات اصلی عرصه سیاست بین الملل، یعنی بازیگری دولت‌ها در عرصه جهانی، به موضوعات عرصه روابط بین الملل، یعنی تعامل همزمان دولت‌ها و ملت‌ها و شکل‌گیری حوزه‌های جدیدی در همکاری‌های منطقه‌ای هست. نویسنده روزنامه شرق ادامه داده که این تحول یک فرصت برای سیاست خارجی ایران به منظور حل معمای پیشبرد همزمان تنش‌زدایی و حفظ امنیت از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های جدید. در دوران کرونا دیپلماسی بهداشت، دیپلماسی پزشکی، دیپلماسی فناوری و محیط زیست فراتر از مفاهیم غالب و سنتی در منطقه همانند دیپلماسی جنگ و بحران معنا و ضرورت پیدا می‌کنه و دستگاه دیپلماسی وظیفه داره افکار عمومی جامعه را از روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی واقعی و جاری در جهان آگاه بکنه. در روزنامه اعتماد عباس عبدی به صحبت‌های دیروز رئیس جمهور پرداخته و انتقاد کرده از اون صحبت‌ها و می‌پرسه که چرا افکار عمومی اعتمادی به آمار کرونا نداره. پاسخش چیه؟ عباس عبدی نوشته که رئیس جمهور در تعریض نسبت به ایجاد تردید درباره آمار کرونایی سخن گفت. این در حالی که وزارت بهداشت خود رو مقید به توضیح نمیدونه، هر روز اعدادی رو میگه و انتظار داره که دیگران اون رو چشم و گوش بسته باور کنن، حتی حاضر نیست به شورای شهر تهران هم پاسخ بده. آقای عبدی پرسیده چرا افکار عمومی نسبت به آمار حساسه و چرا اعتمادی به آمار رسمی نداره و اینطور توضیح داده که اعلام ارقام غلط و غیر واقعی عوارضی داره. شاخص نسبت مرگ و میر کادر درمانی و بیمارستانی در ایران نسبت به بیماران خیلی بالاتر از سایر کشورهاست و این آمار به منزله ضعف نظام درمانی تلقی خواهد شد، بنابراین اعتبار اونها رو مخدوش میکنه. و روزنامه مستقل رفته سراغ برخی از نهادهایی از جمله بنیاد مستضعفان و نهادهای دیگری که مالیات نمیپردازند و خود به خود این سوال پدید میاد که چرا اینها مالیات نمیدن و حالا که مالیات نمیدن باید در چنین یک وضعیت خارق العاده کمک کنن یا نه. چه میگه سید جلال ساداتیان در سرمقاله این روزنامه؟ معتقده که ضروریه نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای مشابه که سالهاست از امکانات کشور بهره‌مند شدن و عموماً مالیات نپرداختن، امروز که کشور نیازمنده به کمک دولت و مردم بیان و ثروت‌ها و توانمندی‌هایی که دارن دولت و مردم رو مورد حمایت قرار بدن. در این صورتی که پوشش قرنطینه‌ای از سوی دولت به حد اکثر ممکن ارتقا پیدا می‌کنه و
مرگ و میر ناشی از کرونا تقلیل پیدا میکنه. خب اینا بخشی از روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود که از فرشته قاضی شنیدیم. در ادامه برنامه به او و روزنامه صبح امروز چاپ تهران باز خواهیم گشت. دوشنبه است 8 اردیبهشت 27 آوریل با این سرخط خبرها از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. قرار است ایتالیا که بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را در اروپا ثبت کرده، محدودیت‌های مربوط به این همه‌گیری را تسهیل کند. جوزپه کونته نخست وزیر این کشور گفت که قرار است تسهیل محدودیت‌ها از روز 4 مه 15 اردیبهشت آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از آنکه تصمیم گرفته نشست خبری مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا برگزار نکند، از رسانه‌ها خشمگینانه انتقاد کرده. آقای ترامپ در یک رشته توییت نوشته به افرادی که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا را گردانندگی می‌کنند هیچ ارج و احترامی ندارد، چون حتی در این شبکه از او به عنوان کوشاترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا تقدیر نشده. فاکس نیوز تاکنون شبکه مورد علاقه رئیس جمهور آمریکا بوده. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ایران گفت که تقسیمات جدید در کشور بر اساس ابتلا به شیوع کرونا خواهد بود و بر مبنای سفید، زرد و قرمز بودن مناطق تقسیم بندی می شود. در نیمه بعدی برنامه چشم‌انداز بامدادی از بی بی سی در لندن موضوعهای داغ دیگر هم داریم. از افغانستان خواهیم گفت که اختلاف رئیس جمهوری باعث درماندگی در روند صلح کشور شده. تلاش می‌کنیم در این باره گفتگویی داشته باشیم. زنده با کابل به شهر ندوشان ایران سر می‌زنیم. در حوالی یزد که گفته شده به دور از بلای کرونا مانده و به دور از همه این خبرها، سراغ موسیقی رو هم حتما خواهیم گرفت. صدای مجدی جمالزاده را حتما شناختین خیلی ها. این یکی از ستاره های دو سوی آموز که امشب خواهیم داشت، امروز با ما خواهد بود تا حدود 16 دقیقه دیگر اگر با ما بمونید. چشم‌انداز بامدادی است از بی بی سی در لندن. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان از محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواسته که اختلافاتشان را حل کند. اختلافاتی که از زمان برگزاری انتخابات 6 مهر یا میزان سال گذشته تا کنون به درازا کشیده و هر یک از این دو چهره سیاسی خود را رئیس جمهور افغانستان می‌داند. آقای خلیلزاد در رشته توییتی گفته ماه رمضان این فرصت را مساعد می‌کند تا دو طرف منافع کشور را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند و از طالبان هم درخواست کرده با پذیرش آتش بس تا پایان بحران کرونا خشونت را کاهش دهد و عملیات تهاجمی را متوقف کند. همکارم روین رهنوش در کابل با ماست که راهنمایی بکند که این اتفاقات که اونجا در کابل افتاده از چه قرار است. روین صبح بخیر. آیا اینطوری که به نظر میرسه، در واقع به نظر نمیرسد که آقای خلیلزاد برای حل اختلافات سیاسی دست به کار شده، یعنی در واقع ایشون اومده که این موضوع رو که اختلافی رو که مدت هاست بین دو چهره سیاسی افغانستان وجود داره حل بکنه؟ این بار اول نیست که آقای خلیلزاد اقدام به حل اختلافات سیاسی بین عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی در افغانستان میکنه. حدود یک ماه پیش هم آقای خلیلزاد گفته بود که به دنبال پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای این اختلافات سیاسی افغانستان هست. در ادامه توییت آقای خلیلزاد گفته شده که ماه رمضان، یعنی تلویحاً گفته شده که ماه رمضان فرصتی برای درون اندیشی و فکر کردن در مورد دیگران هست. همونطور که میدانیم خاستگاه این اختلافات انتخابات جنجالی سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان است که بعد از چند ماه تنش بر سر نتیجه کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد و عبدالله عبدالله هم که خودش را پیروز انتخابات اعلام کرد. بعدن هر دو در یک روز مراسم تحلیف اجرا کردند. تا به حال میانجیگری های داخلی هم به خاطر حل این اختلافات شده. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و همینطور عبدالرب رسول سیاف از رهبران سیاسی جهادی و دیگر سیاسیون تلاش میکنن این اختلافات را حل بکنن، اما تا به حال نه پیشنهادهای محمد اشرف غنی از طرف عبدالله پذیرفته شده و نه هم درخواست های آقای عبدالله و طرحهای پیشنهادی که آقای عبدالله داشته پذیرفته شده. البته این اختلافات تبعات منفی هم برای افغانستان داشته. مایک پومپئو در سفر افغانستان به کابل به خاطر حل این اختلاف ها آمده بود، اما
در برگشت ظاهرا راضی نبود و گفت که این اختلاف ها به گونه مستقیم با منافع ملی آمریکا رابطه داره. ولی گذشته از منافع ملی آمریکا، این اتفاقاتی، این اختلافاتی که در کابل داره اتفاق میفته تاثیر مستقیم داره روی جریان صلح در افغانستان که با طالبان قرار بود اتفاق بیفته. آمریکا توقع داره که، به نظر میرسه آمریکا توقع داره که هرچه زود این اختلاف ها به پایان برسه که بره دنبال روند صلح، مذاکرات بین الافغانی و همینطور نشست ها با طالبان. ما قرار بود که نشست بین الافغانی در اول ماه، در دهم ماه مارچ، یعنی حدود یک ماه پیش برگزار شود که به دلیل اوج همین اختلاف ها برگزار نشد. طالبان هم تا به حال چندین بار انتقاد کردن از اینکه این اختلاف ها سبب شده که خب در روند صلح به نحوی متوقف شود. هرچند رهایی زندانیان ادامه داشته، دو طرف زندانیان را رها میکنند و دولت بیشتر. آقای خلیلزاد هم در توییتش تاکید کرده که روند رهایی زندانیان باید تسریع بیابه، به خاطر که هم میتونه که به مبارزه با کووید 19 در افغانستان کمک بکنه، هم به روند صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی در افغانستان. سپاس فراوان. با روین رهنوش در کابل صحبت میکردم از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی، که با چند خبر کوتاه در اینجا به ایران برمیگردیم با جلال فرهنگ. حساب توییتری وزارت خارجه ایران مسدود شدن دامنه برخی رسانه‌های ایرانی توسط وزارت دارایی آمریکا را محکوم کرده و آن را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان دانسته است. به نوشته وزارت خارجه ایران، این اقدام دولت آمریکا را به نقض کننده اصلی نظم قانون محور بین‌الملل تبدیل کرده است. اخیراً دامنه سایت روزنامه ایران که وابسته به دولت است مسدود شده و پیش از آن دامنه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و صدا و سیمای حکومتی ایران وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی مسدود شده بود. سفیر ایران در گرجستان از انتقال 101 زندانی به ایران خبر داده است. به گفته جواد قوام شهیدی، مجموع زندانیان ایرانی در گرجستان 150 تن است و مراحل انتقال این تعداد حدود 1.5 سال به طول انجامیده. آقای قوام شهیدی گفته که از مجموع 101 زندانی انتقالی 21 تن زن و 80 تن مرد از اهالی استانهای مختلف بودند. او همچنین افزوده که عمده جرایم این زندانیان حمل مواد مخدر، قرصهای روانگردان، مسکن و جعل اسناد بوده است. و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران گفته که مرغداران مرغهایی را که پرورش دادن روی دستشان مانده و دارو و واکسن برای نگهداری آنها وجود ندارد. به گفته وی، چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، به زودی مرغداران مرغهایشان را زنده به گور خواهند کرد. هفته گذشته تصاویر زنده به گور کردن هزاران جوجه یک روزه واکنش‌های زیادی را برانگیخت و اعتراضات فراوانی به همراه داشت. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشم‌انداز بامدادی. در حوالی شهر یزد ایران، شهر کوچکتر اما بنامی هست با نام ندوشن که حتما شنیدید، با حدود 3200 جمعیت، که خیلی ها آن را با نام محمد علی اسلامی ندوشن میشناسند، که شاعر، نویسنده، منتقد، مترجم و پژوهشگر بنام ایرانی زاده این شهر هست. و این شهر کوچک و معروف دوباره در خبرها برجسته شده، چون به ادعای بسیاری از اهالی این شهر، ندوشن تنها نقطه ایران است که دست کرونا به آن نرسیده. هرچند شهردار ندوشن در صحبت به خبرگزاری ها تاکید کرد که با چنین تعریفی موافق نیست خیلی، ولی در این باره گفتگوی داشتم با حسین امینیان ندوشن، یکی از چهره‌های فرهیخته این شهر که سالهاست در شهر بردوی فرانسه زندگی می‌کند. پرسیدم این دوری ندوشن از ویروس کرونا، آنطور که در خبرگزاری ها آمده، تا کجا واقعیت داره؟ خب این حقیقتی هست. من خب حتی یک کمی دور هستم از ندوشن، مرتب با همشهریام در تماس هستم و در جریان این کار بودم و این از میگم شجاعت و از همکاری تمام ندوشنی ها بوده، مخصوصا نخبگان ندوشن شدم این کار واقعا انجام دادن و من عکس ها را دیدم که واقعا خودشون تمام جاده های ندوشن را بسته بودن. من را یاد
چیزایی انداختن که خب من خودم شخصا ندیده بودم، ولی از پدرانمون شنیده بودیم که اون موقع زمان قاجار دزد میومد تو دوشن و دزدی میشد و گروه میریختن صدها نفر، 200-300 نفر با سنگ، با تفنگ و اسلحه و همه رو حمله میکردن، خونه رو خالی میکردن و اینا. یه قلعه هایی بود که ساخته بودن اونجا رو محافظت میکردن و این واقعا اینجا هم همون کار را کردن، یه قلعه هایی ساختن که کرونا نظرم وارد اون شهر بشه. و خب واقعا دیدم جوان ها خودشون صبح تا شب اطراف نوشن، تمام جاده های نوشن را بسته بودن که کسی وارد نشه. اینجوری که من شنیدم در شهر دیگه نبود. خب جناب آقای امینیان، درسته که نودوشن یک شهر بسیار کوچیکی است با وجودی که بسیار بنام و معروفه، ولی حدود مثلا فکر کنم 3200 تن جمعیت بیشتر نداره، ولی شهر توریستیه به اصطلاح، گردشگریه و معمولا در ایام نوروز هست که بسیار تعداد زیادی از مردم از سراسر ایران به این شهرک سرازیر میشن. و حالا شما میگین که امسال در ایام نوروز همچین اتفاقی نیفتاد و این شهر تبدیل به قلعه شده که کسی رو توش راه نمیدادند. دقیقاً ما تپه های زیادی داریم، آبشارهای نمکی زیاد، آثار باستانی زیادی هست، خیلی ها میان واسه دیدن آثار باستانی نودوشن و حتی لبنیات نودوشن که خیلی مهمه که از تمام شهر میبود و یزد و ادرکان و حتی مثلا تیرنمایشون از کرمانشاه آمده بودن چیز بگیرن، لبنیات نودوشن رو بگیرن. خب حتی اینا هم متاسفانه نتونستن به فروش برسن و ترجیح دادن از لحاظ اقتصادی آسیب ببینن، ولی کرونا نظرم تو این ده بیاد. ولی خب نودوشن واقعا چی میگه، از لحاظ کرونا کاری که کردن، مثلا شنیدم تمام مردم غذا واسشون درست میکردن، تشویقشون میکردن، بچه ها رو واقعا من عکساشون رو دیدم، خب میگم آفرین دست مریزاد همه شهری های عزیز، افتخار میکنم بهتون. صحبتی بود از نودوشن کوچک اما بزرگ، آشنا با حسین امینیان نودوشن که میگفت آفرین دست مریضات ده همشهری خودش درست پیش از بازگشت به تهران با روزنامه‌های صبح امروز تهران با فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با چرا تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا به رویارویی نظامی نمی‌انجامد از ستاره صبح، هذیان‌های تکراری از وطن امروز و در نهایت هم دارم به این فکر می‌کنم از آرمان ملی. این بار از ستاره صبح بگیم، از مطلبی که انتخاب کردین، چرا تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا به رویارویی نظامی نمی انجامد که اشاره کرده به همین تنش‌های اخیر ایران و آمریکا سر قایق‌ها در خلیج فارس و میگه که این تنش‌ها که جزئی هستن منجر به رویارویی نظامی نخواهد شد. با چه استدلالی؟ علی بیگدلی در سرمقاله این روزنامه نوشته که هرچند اختلافاتی هست و اتفاقاتی میتونه موجب تحریک هر دو کشور بشه، اما تنش‌ها در مقطع فعلی ادامه پیدا نخواهد کرد. ممکنه تهدیدات ترامپ و ایران علیه همدیگه هر دو کشور رو از درگیری و اقدامات تحریک‌آمیز حتی برحذر بکنه و بعیده مجموعه تنش‌ها به جایی برسه که به جنگ منتهی بشه، زیرا هیچ یک از طرفین، نه ایران و نه ایالات متحده، آمادگی و شرایط لازم برای برخورد نظامی مستقیم رو ندارن. خب هذیان‌های تکراری مطلب بعدی هست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده. این خبره و دستمایه مطلب وطن امروز چه میگه؟ این روزنامه همین سخنان مایک پومپئو رو که اشاره کردید هذیان‌های تکراری خونده و نوشته که او با چسبوندن موضوع حمل سلاح هسته‌ای به موشک‌های ایرانی در صدد حساسیت جهانی علیه برنامه موشک ایران رو بر بیانگیزه. آمریکا دنبال اون هست، بنوشته وطن امروز، که با اعلام اینکه موشک‌های ایرانی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن، این گزاره رو به اثبات برسونه که ایران قطعنامه شورای امنیت رو نقض کرده و مستحق تحریم‌های بیشتره. این در حالی هستش که آمریکا با خروج از برجام صلاحیت خود رو درباره این توافق از دست داده. و نهایتاً از روزنامه آرمان ملی مطلبی داشته باشیم درباره ماجرای امیر تتلو که در واقع رپخوان و آوازخوان غیر متعارف ایرانی هست که در اینستاگرام اخیراً دچار دردسر شده با وجود اینکه 4 میلیون جوان از اون طریق اون رو دنبال می‌کردن. و این سوال مطرح شد در آرمان ملی که چرا این 4 میلیون جوان ایرانی تتلو رو دنبال می‌کنن و الگوی خودشون قرار دادن. عبدالصمد خرمشاهی نوشته که امروز صدای امثال شجریان‌ها، بنان‌ها و خانساری‌ها برای خیلی از جوانان نامانوس و حتی شاید ناخوشاینده، اما زمانی که این خواننده، یعنی تتلو، تقلید از پاری از خوانندگان رپ دنیای غرب
جملات و کلمات بسیار رکیک و مستهجن رو در ترانه‌های خود به کار میبره، در کمال ناباوری همین جوانان علاقمند شروع به دست دادن و جیغ کشیدن میکنن و اونجاست که باید احساس خطر کرد. نویسنده پرسیده که این 4 میلیون جوان یا نوجوان ایرانی که تتلو رو الگوی خود قرار دادن چه چیزی در اون دیدن؟ و سوال بزرگتر اینه که متولی فرهنگ جامعه چه نهاد یا سازمان یا تشکیلاتی بوده که نتونسته تأثیری بر این جوانا داشته باشه؟ به اعتقاد آقای خرمشاهی اگر امیر حسین تتلو حتی دستگیر هم بشه، زندان هم بره، اما تتلوهای دیگه با حدت و شدت بیشتر از بطن همین جوانان ممکنه سر بیرون بیارن. و این هم مرور روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود با فرشته قاضی در آتلانتا آمریکا. به همه شما که با ما هستید با چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی درود می‌فرستم. بهش به اونایی که برامون پیام فرستادن که تعدادش اندک نیست، باید بگم که واقعا جسته گریخته باید که بخونم، چون تعداد پیامی که فرستادید از شما دریافت کردیم بسیار زیاد هست. بابت اون از تک تک شما سپاسگزارم. از اسکندری در فیسبوک میخونم که میگه امیدوارم وزارت بهداشت، مردم و دولت دلشون رو به این آمار فعلی خوش نکنن در ایران. نتیجه کاهش محدودیت ها خودش رو حدود 10 روز دیگر تازه نشان خواهد داد. علی گفته که لطفاً در مورد مشکلات مهاجرین در ایران هم صحبتی بکنید که چه مشکلاتی دارن برای دریافت خدمات پزشکی و اینکه این مردم همیشه مظلوم در هر موردی، هیچ گونه کمکی از هیچ ارگانی دریافت نمی کنن، اینها رو بگید. و علی نوری گفته که ترامپ به فاکس نیوز هم پرید فقط به دلیل اینکه از او به عنوان کوشاترین رئیس جمهور آمریکا در طی ادوار یاد نکرده. در تازه‌ترین افاضاتی هم که داشتن گفتن که با خوردن و تزریق مواد ضد عفونی شاید بشه به جنگ کرونا رفت، چیزی که همه پزشکان گفتن که غلط بوده. از تلگرام بخونم از زینب که میگه در این میانه اخبار کرونا گرانی عجیب غریبی که گریبان ما مردم را گرفته فراموش شده، همینجور پیش بره تا چند هفته دیگه خرید سیب و گوجه فرنگی و خیار و پیاز و سیب زمینی و حتی 1 کیلو قند و شکر و برنج و نخود و لوبیا هم میشه آرزو، مرغ و گوشت که پیشکشمون. و سامان گفته به نظرم همانطور که در افغانستان نیازمند یک اجماع و گفتگوهای گروه‌های مختلف سیاسی هستند، ایران نیز به شکل مشابه سخت نیازمند شکل گرفتن گفتگوهای رسمی و شفاف اصولگرایان و اصلاح طلبان حاکم با گروه‌های اپوزیسیون مشروطه خواه و نیز مجاهدین در خارج از کشور هست. این هم نظر سامان بود. سپاس از پیام‌هایی که به ما میدید. بخش ورزشی امروز ما مربوط به این هست که چگونه قرار است مسابقه های ورزشی در پایان بحران کرونا آغاز بشه. پوریا شفره. اتفاق جالبی که الان داره میفته اینه که همونطور که میدونید تو چند تا کشور که دیگه الان همتون آشنا هستیم باهاشون، یعنی تاجیکستان، بلاروس و نیکاراگوئه، مسابقات فوتبال دارن برگزار میشن که خب فوتبال دردسرش قاعدتا باید از همه بیشتر باشه، چون هم تشکیلات بزرگتری داره، هم تعداد آدمایی که برگزار کننده و بازیکن و همه اینا رو بخواید در نظر بگیرید و همینطور تماشاچیا تعدادشون از همه بیشتره، بنابراین احتمال شیوع در فوتبال واقعا بیشتر از جاهای دیگه است و الان هم چندین مسابقه مشکوک هستن که دارن در مورد اونها تحقیقاتی انجام میشه که اصلا این مسابقه ها چرا در اون تاریخ ها برگزار شدن. توی بریتانیا الان بحث مسابقه تیم های لیورپول و اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا است که تو همون هفته های اولیه که کرونا داشت تبدیل به بحران میشد برگزار شد. در ایتالیا هم که خیلی صحبت زیاده که اون مسابقه تیم های آتالانتا و والنسیا در لیگ قهرمانان اروپا با توجه به اینکه طرفدارای آتالانتا از شهر خودشون در منطقه برگاما به میلان اومده بودند و میشه گفتش که اومدن و رفتنشون به جای دیگه هم خیلی تأثیر داشت توی شیوع کرونا در شمال ایتالیا، اینها زیر سوال هستن. اما به جز فوتبال تو این 3 تا کشوری که الان دارن مسابقه رو برگزار میکنن، جالب اینجاست که نیکاراگوآ مسابقات بوکس حرفه‌ای رو هم داره ادامه میده. دم در استادیوم از تماشاگرها تست تب میگیرن، کفشای اونها رو ضد عفونی میکنن و همینطور بوکسورها هم اگر که دو طرف به توافق برسن ماسک خودشونو برمی‌دارن و
مسابقه انجام میشه. در غیر این صورت بعد با ماسک مسابقه بدن. این ایده مسابقه دادن با ماسک در مورد فوتبال آلمان هم مطرح شده که یه خورده خنده‌دار به نظر میاد، ولی در صورت این دورانیه که داریم توش زندگی میکنیم. در آسیا که خب بستگی داره به اینکه کدوم کشور رو داریم راجبش صحبت میکنیم. مثلا کره جنوبی نشون داده که چقدر در کنترل کرونا موفق بوده، از هفته دیگه دارن تمرینات خودشون رو شروع میکنن. تو ایران تصور این هستش که فدراسیون توانایی تموم کردن مسابقه ها رو به این شکل فعلی خودش نداره، حداقل میشه گفتش که از نظر مالی هم ضربه به اون صورت اون قراردادهایی که تو کشورهای دیگه وجود داره فدراسیون فوتبال ایران نداره. بنابراین اگر که بخوایم یک نگاه کلی بکنیم، قاعدتا کارشناسای اقتصادی هم بخوان نظر بدن، به این نتیجه میرسن که بهتره که لیگ فوتبال ایران تو همین لحظه تعطیل بشه. اینا هم بخونم از مرتضی که گفته حکومت ایران تصمیم گرفتن تا آخرین جمعه ماه رمضان بیشترین شهرهای ایران سفید اعلام کنن تا تظاهرات روز قدس برگزار بشه. روز قدس اینها از جون مردم براشون بیشتر ارزش داره. این رو مرتضی گفته البته. و مهدی میگه که دغدغه حکومت به جای حفظ جان و مال مردم از شر کرونا و کمک به اونها در این شرایط سخت شده باز کردن سینماها و مساجد و حرم و نماز جمعه، که باز تأسف است از دید مهدی. و حالا وقتش که به ایستگاه آخر دوشنبه ها برسیم، به دوشنبه سری بزنیم و کنار زیورشاه محمد به تازه‌ترین ها از نواهای دو سوی آمو گوش جان بسپاریم. با طلوع عطر ماه رمضان شکن شکر خدای مهربان. با فرارسی ماه مبارک رمضان همه شما شنونده های عزیز را تبریک میگم. اگرچه با شیوع ویروس کرونا و گسترش بیماری کووید 19 امسال برگزاری ماه رمضان برای بسیاری از مسلمانان سخت‌تر از سالهای قبلی است. در بسیاری از کشورها رفتن به مساجد ممنوع شده و از مردم خواسته می‌شود تا نمازهای تراویحشان را نیز در خانه بخوانند. چون این است روزداری در سایه کرونا. امیدوارم که تا روزهای بهتر و خوبتر برسیم. البته این غزل زیبای حاقانه شیروانی را که در گذشته نیز بارها از سوی آوازخوان‌ها در هر دو سوی آمو با آهنگ‌های مختلف اجرا شده بود شنیده اید. اجرای از همه زیبا و ماندگار این ترانه با صدای زنده یاد احمد زایر آوازخوان محبوب افغانستان را شنیده اید. اخیراً دو آوازخوان جوان تاجیک اسماعیل اسماعیلوف و شبنم رحمانیان دو صدایی اجرا کردند این آهنگ را. مجده جمالزاده یکی از خواننده های معروف افغانستان و بازیگر سینما و مدل آهنگ جدید را زیر عنوان زالما به بازار عرضه کرده. مجده که در آوان کودکی همراه خانوادهش به کشور کانادا مهاجرت کرده بود، هنوز از همان نوجوانی علاقه زیاد به موسیقی و آوازخوانی داشت. اگرچه مجده فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری می باشد، اما فعالیت هنری خود را به صورت حرفه‌ای ادامه می دهد.
متن موسیقی این آهنگ را مجده خودش نوشته. کاری تکمیل و تدوین این آهنگ را گروه اثنابرست انجام داده است. نماهنگ این ترانه در سبک ویدیوهای خانگی ساخته شده است از سوی علیکا کافکا. سفر محمد برادر کوچک مهرنگاری رستم که همچنان از آوازخوان‌های موفق تاجیکستان است و سبک اجرای متفاوت خاصی برای خودش دارد. چند روز قبل آهنگ را به بازار ارائه کرده زیر عنوان ناکجا. هرگز دیگر مرا بر خاطرت نیار، میماند از من بیادگار، خاکستری سیگار. میروم با این ریز به یاد ترانه‌سرا آرزو ایسایف موسیقی این آهنگ را سفر محمد خودش ساخته است. کار تکمیل و تدوین این آهنگ را جاوید روزیف انجام داده است. خط بزن از تلفن اسمی مرا در صفحه قلبم مه ندارا، با دیگر سر کن زمزمه را، می روم تا نا کجا بعد من شاید که در یاری دلداری دلگره، میری تو میرا بعد از قلبم چون دودی سیگاره، میرا آهنگ را با صدای شبنم عبرت میشنوید. آهنگ زیر عنوان با تو. نماهنگ این ترانه 4 ماه قبل اواخر سالی سپری شده به بازار آمد. متن ترانه را حمزه شربتی نوشته، موسیقی از ساخته های شهرام فرشی. میروم تا دوشنبه دیگر با دوسوی آموی دیگر با شما باشم. اینجا از من زیورشا مجری و تهیه کننده این برنامه، بدرود و خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید. ممنون از همراهی شما با چشم انداز وام دادی.